الحمد لله الذي خلق الخليقة وأعمالها وردها بنور الهداية عن الغواية وأمالها. أحمده حمد من احتسى من النعم ظلالها واكتسى سربابها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبت الأقدام إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله والجاهلية تشرع ضلالها فلم يزل صلى الله عليه وسلم يكثر جدالها ويضيق مجالها ويدعو رجالها حتى عرفت حلالها وحرامها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما خالفت الجنوب في الهبوب شمالها وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قائلا این اساس مجتمع است، از آن همین آیله جمعیت و قوم و قبیله ها پیدا می شود. الله عز و جل در قرآن کریم گفت یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای انسان ها، ما شما از مرد و زن آفریدیم و از آن همین یک مرد و زن قبیله های و قوم های را زیاد کردیم و البته از بین شما خدا ترسترین شما، بزرگترین شما، با آبروترین شما این خدا ترسترین شما است. الله عز و جل نکاح را مشروع گردانید و خبر داد که نکاح این سنن پیغمبران است. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. ما پیش از تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبران را فرستادیم و برای آن همون پیغمبران زنها و فرزندها عطا کردیم، که دلالت میکند که تمام پیغمبران صاحبان همسر و صاحبان فرزندان بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز امت خود را وصیت کرده گفتند که تزوج الودود الولود فإني مفاخر بكم الامم يوم القيامه. شما خاندار شوید همون زنهایی که ودود است، زنهایی که یعنی محبت دار است، زنهایی که خوش معامله است، والولود زنهای تولد میکردگی است، زنهایی که از آنها تولد میشود هموهای خاندار شوید، زیرا آنکه من روز قیامت با بسیاری امتم فخر میکنم گفتم، برای آنکه روز قیامت از همه بسیارترین پیرو این پیروان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند و وقتی که نکاح شود نسل انسانیت زیاد می شود، امت پیغمبر که زیاد شد رسول الله صلی الله علیه وسلم از این خرسند می شوند و با بسیاری امتشان روز قیامت از دیگر پیغمبران فخر می کنند. و اجماع علمای اسلام است به حلال بودن و مشروع بودن نکاح، که نکاح به نهایت یک عقد است، که مقصد از کلمه نکاح این عقد است که حلال بودنی فایده گرفتنی دو زن و شوهر از همدیگر را افاده میکند. الله عز و جل به مسلمانان خطاب کرده میگوید که فانکحوا الایام منکم، شما خاندار شوید آن زنها یا دخترانی که بی شوهر هستند، آنهای خاندار شوید، من عبادکم او ایمائکم، اگرچه اگر از آزادها نیابید از غلام و کنیزک ها باشدم شما خاندار شوید اگر مؤمن و مسلمان باشد. این یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله، اگر کسی که پیش از نکاح از کمبغلی ترسد
یا اینکه داماد یا کلین کمبغل باشد و از سبب کمبغلی از نکاح و از مشقت های نکاح ترسد، الله عزوجل وعده میدهد که این یکون و فقراء، اگر زن و شوهر کمبغل باشند، یغنیهم الله من فضله، الله تعالی از فضل خودش آنهای بی حاجت میکند، بای میگرداند. بنابراین بعضی عالم ها وقتی که به یک جوان آمده پرسید که من بسیار کمبغل هستم، نصیحت کردم به خانه‌دار شوی، چون که الله عزوجل وعده داد که کدام انسانی که کمبغل باشد و اگر خانه‌دار شود، الله عزوجل وی بای میگرداند. الله عزوجل از عدالتی و از بزرگیش هم زنها را امر کرد و هم مردها را امر کرد. در قرآن کریم الله عزوجل بعضی حقوقهایی که بر ذمه شوهر است اون را بیان کرد و این چنین حق زنها بر ذمه شوهران را بیان کرد. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته، کلام های پروردگار عالم همش عبارت از صدق و از عدل است. اگر الله عزوجل در قرآن کریم خبر دهد، صدق است، راست خبر می دهد. اگر امر کند، عدالت به امر می کند. الله عزوجل پاک است از ظلم. خودش گفت که برای خودم ظلم را حرام گردانیدم و جعلته بینکم محرما فلا تظالمو، و این ظلم بین شما نیز حرام گردانیدم، پس شما با هم دیگر ظلم نکنید گفت. البته که این نکاح یک مسائل بسیار دارد. علمای اسلام رحمت الله علیه خاص کتاب نکاح میمانند درباره اولا پیش از نکاح اسلوب اختیار زنی صالحه، اختیار کردن زن، و بعد از این درباره ولیمه توی نکاح، اسلوب و آداب و اخلاقش، احکام شریعت درباره گذرانیدن توی و مراسم نکاح چی می شود. بعد از این یعنی اسلوب و آدابی که بعد انسان خانه‌دار شد، همراهی زن و شوهر چی معامله ها باید موافق شریعت کند، آن را بیان کرده است. حتی تا آنجایی که در حالت خدا نکرده اگر این زن و شوهر از همدیگر جدا شوند، بین اینها طلاق و جدایی انداخته شود، عاقبت آنها چی می شود و اسلوب طلاق دادن و اخلاق و احکام طلاق دادن و احکام از همدیگر جدا شدن، بعد جدا شدن نفقه زن بر ذمه کیست، نفقه کودکان بر ذمه کیست، شیر کودکان بر ذمه کیست، همه این را شریعت اسلام به تفصیل بیان کرده است که در این یک نوبت جمعه همه اینه بیان کرده نمی شود. لیکن امروز درباره حق زن، حق شوهر بر بالای زن به قدر امکان بیان میکنیم. این حق شوهر بر بالای زنش، باید زنها چی حقوق و واجبات در حق شوهرانشان باید ادا فرمایند. برای آنکه سوال شدنش ممکن که برای چی اول حق شوهر را بیان میکنیم، حق زن اول بیان نمیکنیم و حق شوهر را بیان میکنیم؟ برای آنکه الله عزوجل گفت که در قرآن کریم الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، مردها را الله تعالی بالای زنها سلطان گردانید. یعنی امر مردها امر است، باید در هر یک خاندان سردار خاندان مرد باشد. و در کدام خاندان اگر سردار خاندان زنک باشد، سخنی زن در آن خاندان سخن باشد، سخنی مرد هج باشد، در حق اون خاندان رسول الله صلی الله علیه وسلم دعای بد کردن، لا یفلح قوم ولو امرهم را، نجات نمییابند آن قومی که کارشونه سرداری بزه به دست زن دادن. یعنی در کدام قوم یا در کدام گروه یا در کدام آیله اگر زن حکمرانی کند، پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اونجا نجات نمییابد، در آنجا خیر و برکه نیست. برای آنکه الله عزوجل انسان آدم علیه السلام با دستش خلق کرد و با جان کف کرد و فرشتگان کرام امر کرد که به آدم سجده کنند، سپس از قبرغه چپ آدم علیه السلام همسرش آفرید. این زنی انسان یک جزء از انسان است،
زنک از مردک پیدا شدگی مخلوق است. بنابراین همیشه حقوق مرد بر بالای زن می ایستد. خدا در قرآن کریم میگوید که ولیس الذکر کالانثی، هیچگاه مرد مانند زن نیست، یعنی البته حقوق مرد بر بالای حقوق زن می ایستد. بنابراین حقوق شوهر بر بالای زن بیان میکنیم که اولین حقهای شوهر بر بالای زنش این طاعت کردن شوهرش. این اطاعت کردن شوهر یک امری که زن به جنت می‌دارد. در مسند امام احمد و در صحیح ابن حبان آمده است که عبدالرحمن ابن عوف گفتند که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین فرمودند: اذا صلت المرأة خمسها، اگر زنک پنج وقت نمازش خواند و صامت شهرها و ماه مبارک رمضانش روزش گیرد و اطاعت زوجها و شوهرش اگر اطاعت کند، دخلت الجنت من ای ابواب الجنت الثمانیه شاء، به جنت از هشت دری جنت از کدامش خواهد می درآید. این مرتبه و رسیدن به نهایت برای مردها مشکل است، برای آنکه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که کی امروز شبانه نماز تهجد خواند؟ ابوبکر صدیق گفتند که من. کی امروز روزه است؟ ابوبکر صدیق گفتند من. کی امروز به جنازه رفت؟ ابوبکر صدیق گفتند من. کی امروز صدقه کرده است؟ ابوبکر صدیق گفتند من. یک چند عملهای خیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کرد، کی همین کار را کرده است؟ گفت فقط ابوبکر من، میگه دیگه همه خاموش. سانی گفتند که ابوبکر از هشت دری جنت میدارد. گفتند با وجود این قدر عملهای زیاد، لیکن اگر همین زنک در خانه شوهرش نشسته، پنج وقت نمازش خواند، یک سال به یک ماه ماهی مبارک رمضانش دارد و اطاعت شوهرش کند، پیامبر صلی الله علیه وسلم که از هشت دری جنت از کدامش خواهد می دارد؟ بینید که اطاعت شوهر سبب در آمدنی به جنت است. و یکی از حقهای شوهر همین است که باید زن به اجازت شوهر از خانه بکوچه نبراید. این همه وقت تا آخری عمر است. بعضی ها یک دو مراتبه میپرسن، همین که دیگه عادت میکنن بازار روی و کوچه روی دیگه نمیپرسن، یک مراتبه پرسیدگی اول. باید هر یک حتی خانه همسایش میرفته کشه به اجازت شوهرش رفتنش ممکن نیست، حتی به زیارت پدر و مادرش به اجازت شوهرش رفتنش ممکن نیست. در روایتی آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به نزدشان یک زن آمد، در بعض روایت های زن خبر فرستانید که یا رسول الله، شوهری من به سفر برآمدگی است، مرا امر کرد که تا برگشتنم در یکان حالت از خانه نبرایم. و حالا خبر آمد که پدری من بیمار است، آیا به زیارت و به عیادت پدری بیمار روم یا نه؟ یا رسول الله، رسول الله در جواب فرستادن که نرو به زیارت و به عیادت پدر، مادامی که شوهرت توی امر کرد است که از خانه نبرای، نبرو از خانه. خبر آورد که یا رسول الله، وای به نهایت به موتی، به بیماری موت گرفتار شده است، یعنی همه گفته از دنیا میگذرد، آیا روم یا رسول الله؟ رسول الله گفتن که مادامی که شوهرت امر کرده، تأکید کرده رفته است که از خانه نبرو، نبرو. یا رسول الله، پدرم از دنیا گذشت، آیا به جنازه اش روم؟ یا رسول الله، گفته خبر فرستاد. رسول الله گفتن که نرو. و بعد چند روز رسول الله گفتن که همون جنت بشه، همون زنک بشارت دید که الله عز و جل به سببی همون زنک شوهرش به سببی اطاعت کردگیش خدا پدرش به جنت درآورد. پدرش به سبب آن که این زنک اطاعتی شوهر کرده، به عیادتی پدر نرفت، به جنازه پدر اشتراک نکرد، به سبب همین الله عز و جل همون پدرش رحمت و مغفرت و جنت به درآورد. بنابراین هیچگاه به اجازت شوهر، حتی به سفر حج درست نه، مگر با اجازت شوهرش. از شوهر اجازت میپرسد و با همراهی محرمش یا با همراهی شوهرش یا فرزندش یا پدر و بابای گذشتگان، یعنی اولاد و اجدادی که محرم حساب میشن، با همونها حج میکنند. چی باشد حال آنهایی که به سفرهای دور میبرایم به شوهر، به اجازت شوهر، به اجازت شوهر هر یک کار میکنن، اینها به لعنت پروردگار گرفتار میشوند. و این چنین یکی از حقهای شوهر بر بالای زنش این است که پول و مال شوهر محافظت کند.
حق ندارد به اجازت شوهر به یک تین شوهر تجاوز کند. یعنی هر یک کاری که میکند باید با اجازت شوهرش باشد. حتی علما رحمت الله علیه ذکر میکنند که زن به اجازت شوهرش به پول خودش هم حق ندارد. بعضی زنها پول خاص دارند، مثلا مزد میگیرد، کار میکند، یا از طریق پدرش هدیه شده است، یا مهرش است، عموما پول دارد، همون پولی خودش هم به اجازت شوهرش حق ندارد صرف کرم. اجازت میپرسد، سپس صرف میکند، خراجات میکند. و یکی از حقهای شوهر بل بالای زنش این است که سر شوهر را نمیبرارد، حتی سر شوهر را به پدر و مادر شوهرش هم برآمده نمیگوید، به پدر و مادر خودش هم نمیگوید، به مادرش که نزدیکترین شخص است وای به هم رفته سری بین زن و شوهر شدگی نمیگوید. و رسول الله صلی الله علیه وسلم دعای بد کرده که در حق آن مرد یا در حق آن زنی که بین خداشونده میشدگی بین بعضی کارهای برآمده بیرون به میرساند. سری شوهر این سری بزرگ است، برآوردنش از همون خانه زن و شوهر حتی به کودکان خود به قینای خودش هم رساندنش درست نیست، باید این سر محافظت کند. و اینچنین یک حدیث بزرگی که امام بخاری رحمت الله علیه نقل میکنند، عجایبش در آن است که بعضی عالم ها میگن که وقتی که همین حدیث اگر به زنها گفته شود زنها خنده میکنند. امام بخاری رحمت الله علیه میگویند که حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالک عن زید بن اسلمه عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اريت النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن قيل ايكفرن بالله قال يكفرن العشير يكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. امام بخاری رحمت الله علیه میگن که من به استادم عبدالله بن مسلمه گفت، وای به مالک رحمت الله علیه گفت، مالک به زید بن اسلم گفت، زید بن اسلم به عطا بن یسار گفت، عطا بن یسار به عبدالله بن عباس گفت، عبدالله بن عباس گفتند که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین گفتند اریت النار من به دوزخ نشان داده شد. البته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که الله تعالی به اسرای و معراج به نزد خودش به بالای هفت قبد آسمان دعوت کرد، در آنجا جنت و دوزخ برای رسول الله نشان داد و گفتند که در این حدیث من به دوزخ نشان داده شد، ناگاه دوزخ به نظر کنم اکثریت اهل دوزخ این زنها بودند. این گفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم روز عید زنها را گفتند، بعد اینکه مردهای نصیحت کردند نزد زنها رفتند، زنهای هم نصیحت کردند، من جمله سخنهایشان همین بود که گفتند که من دوزخ دیدم. اکثریت دوزخ زنکا بود، همین دوزخ زیاده از 60% زنکا است. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که این گفت گفتند یک زنه گفت که لیمه یا رسول الله، برای چی؟ گفتند که یک فرنه، برای آنکه آنها کافر میشوند. گفتند که یک فرن بالله، یعنی به سبب اون که بسیاری اهل دوزخ زنها است، سبب دوزخ به درآمدگیشان برای اون که آنها کافر به الله هستند، یعنی الله تعالی و کافر میشن، خدا رو باور نمیکنن، به سبب همین می رسول گفتن که نه، گفتن یک فرن العشیر شوهر به کافر میشن، یک فرن الاحسان احسان نیکیگری شوهر به کافر میشن، لو احسنت الى احداهن الدهر اگر یک زن به اگر یک زمانه 100 سال اگر تا آخر عمرت نازی کنی، ثم مرات من که شیئن سامی از تو یک عمل بیزه و بیند قالت ما رأیت من که خیرن قط، در تو یکان عمل خیر ندیدم، یکان بار از تو حال خیر ندیدم، میگه یکان بار حال گفتگی من خرید نامده، میگه یک تا اگر کاری خطا کنی دیگه. اما پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم افتگی به سبب همین کافرها دوزخی هستند، به سبب آنکه خدا آنهای آفرید آنها باور نکردند، آنها اطاعت نکردند. این زنکای هم اکثریت اهل دوزخ شد برای آنکه شوهرش برای اینها نقضی میکند و نیکی میکند، با آنها میگن که من به یکم بار تو نقضی نکرده.
به سبب همین اکثریت اهل دوزخ زنکا هست محترم جماعت. بنابراین این سخنهای باید برده رسانیم. ناشکری حتی برای بنده هایم گناهی کبیره است. در سنن ابو داود آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که لا یشکر الله من لا یشکر الناس. کدام انسانی که مردم شکرش به جا آورده نمیتواند و به طریق اولا شکری پروردگار را به جا آورده نمیتواند. یک پیاله آبی که یک کس برای شما دراز میکند، انا همین برای شما نیکی کند. وقتی که شما همین شکرش به جا آورده نتانید، از کجا شکر آن پروردگار عالم که رزق شما داد، شما را آفرید، سلامتی داد، تمام نعمتهای پروردگار. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، خدا مود که اگر نعمتهای خدای میشمورم گوید عمری شما نمیرسد. همه قد نعمت های داد آیا ما شکری به بجا آورده میتونیم؟ اگر شکر یک شوهر همین زنک اجابت کرد نتوند، شکرش بجا آورده نتوند، شکری پروردگارش بجا آورده نمیتوند. بنابراین بسیار وصیت برای زنها همین که همیشه به نیکی های شوهر اعتراف کنند، نیکی های شوهر همیشه با زبان و با دل اعتقاد کرده همیشه ثنا به شوهرش گوید، شوهرش همیشه از قفای و از پیشش تعریف کند. و یکی از حقوق شوهر بر ذمه زن همین که محافظت کردن آبروی شوهر، محافظت کردن شوهر در حالت غایبانه شوهر. وقتی که شوهر کی نیست، پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره زنی صالحه گفتند که زنی صالحه زنی که اگر شوهرش نظر کند شوهرش خرسند میکند. همین وقتی که نظر میکند طبیعتش چاق میشود، و اگر امر کند امر شوهر اطاعت میکند، و اگر غایب شود سفر کند نفس خودش محافظت میکند و مال شوهرش محافظت میکند. یعنی نفس خودش از چشمهای بیگانه محافظت میکند، تلفن نمیبردارد. زنکی صالحه تلفن نمیقپد، حتی حالا اونداست که تلفن بردارد. سبب بسیار جدایی ها، سبب طلاق، سرشویش تلفن شده ایستاده است. هاهوی آهید عبدی در سرش، عاقبتش برده به زینا رسانده ایستاده است که امروز به سبب شکایتی مردم ما میدانیم این چیزه، شکایت میشود که همین سببگاری اساسیش همین چیز شده گه است. بنابراین زنی صالحه، زنی که چه خیلی که حضرت عایشه میگن که بهترین زنه، زنی که مردهای ندیده است و مردهای هم وی زنه ندیده است. خدا میگوید که و یحفظن فروجهن، زنهایم باید مردهای نبینند و این چونین مردهای نبینند، باید محافظت کند جمال خودش فقط برای شوهرش. و یکی از حقوق شوهر بر بالای زن همین که چه خیلی که در بالا ذکر کردیم اطاعت کردن بود، و این حسن معاشره، خوب معامله نیک با همراهی شوهر، معامله نیک در خطاب می شود. بهترش این که با نام شوهر شوهرش خطاب نکند. مثلا بهترین یعنی خطاب، این خطابی که در زمانه های رسول الله بود، با نام پسرش خطاب میکرد. مثال ابا عبدالله، پدر عبدالله، ابا محمد، پدر محمد. یعنی نام پسرش چی باشد، با نام پسرش جیغ میزد که پدر فلانی، یا که ای مادری، ای مثلا زن مردکم، ای مادری فلانی، گفته زنش خطاب میکند. نامش گرفتن خوب نیست. اما زنهای رسول الله یگانش رسول الله محمد نمیگفت، همش یا رسول الله میگفت. بنابراین بهترین خطاب همون خطابه که هر یک کس، نه فقط زنه، باید دیگر برادرای مسلمان همین خیل ما باید خطاب کنیم که همون یک نام یا یک لقب یا یک کس بشکتی که همون کتی اگر خطاب کنیم خوشحال میشده که باشد، بهترین ندا کتی ندا کنه. و این چونین معامله وقتی که امر میکند چهارش یکان چی طلب میکند، با طلبی معامله خوش، آداب و اخلاق کتی. عجایب زنهای گذشتگان، زنهای صحابگان و زنهای تابعین و زنهای گذشتگان، حتی زن سعید بن مسیب رحمت الله علیه، این شخص بهترین تابعین بعد صحابه ها، بهترین انسان سعید بن مسیب. زن سعید بن مسیب زنها و نصیحت کرده میگوید که ما کننا نکلم ازواجنا الا کما تکلمون امراءکم اصلحك الله عافاك الله. ما میگوید زن پیر شده گیاز نصیحت دارد دیگر جوانایه، ما همین خیر شوهرامو معامله میکردیم که چه خیلی که شما پادشاهاتون که معامله میکنید.
اصلحکالله عافاکالله. پیش از آنکه پاشای نیدا کند اول اصلحکالله خدا شما یعنی تن و جانتون را ساخت کند، عافیت برای شما تینجیت یاد اول پیش از آنکه امر کند از پادشاه یک چیزی طلب کند یا یک سخنش میگفته شد، اول یک چند دعاها، کلمه های سنا، کلمه هایی که دلالت به بزرگی پادشاه میکند همون گپای گفته سانی گپش میگفت. زنی سعید ابن مسعود میگه که ما شوهرامو اگر ایتا امر گه سخن میکردگی شویم همین خل سخن میکردیم که چه خیلی که شما پادشاه ها کدی گام میزنید همین خل گام میزدیم. باید همین خل شود. در حالت همین خل بودن آیله آباد میشد. آیله که آباد شد از اون آیله فرزندهای صالح به کمال میرسد. فرزندهای صالح به وجود میآید، از همین آیله برامده که فرزند دیگه آیله میرد تأثیر خودش اونجا هم میگذراند، همین خل جمعیت مجتمع خلق منطقه آباد میشد به سبب آبادونی همین یک آیله. عالمای کلام از کجا برامدن؟ امام بخاری تربیه مادر کدی و اینقدر مرتبه رسیدن که در دنیا بعد کتاب الله تعالی کتابی که بشریت نویسته است کتاب امام بخاری. امام مالک اینقدر امام بزرگ سببش همین یک مادرش. غسل کنانید، سله ها را پوشانید، لباس های خوشرو پوشانید، گفت که به نزد ربیعه رو از آدابش تعلیم گیری پیش از آن که از علمش آداب گیری. انا همین خیلی فرزندای بوای رسان. امام مالک وقتش اند چوبه های بوای خانشون فروخته طلب علم کرگی، لیکن یک زمانه شد که یک تا صدقه شان کتی امام شافعی تا آخرش میلیونر گذشت به سببی که برای طلب علم یعنی آنها دریغ نداشتن پول و مال خودشونه. همین سبب تربیه ها. مادری صوفیانی سواری به فرزندش خطاب کرده که ای بچم تو مسئله دنیا و دقت نشه، انا همین نوگی سوزنم که توی ماما ابنی پایم رو طلب علم کن. همین خل همین زنها که دیم این خل عالم ها برو ما این عالم های هستن که امروز 1300 سال گذشت وفاتشان به امروز تمام دنیا از سخن های آنها بهره میگیرد به سبب کی شد؟ به سبب یک زن. اما وظیفه ای که از زنها بر زمین وظیفه حق شوهر بر بالای زن این تربیه کردنی فرزندش، باید فرزندش تربیه صالح تربیه نیک دهد. و یکی از حقهای شوهر بر بالای زنش این زینت دادن زن جمال خودش برای شوهرش. باید همون کرته هایی که شوهرش خریده داده است در شیفنیرا نیستند. او باید روز به روز نو به نو برای شوهرش هر روز پوشد. همون یکی از عرب ها وقتی که دخترش خانداری و یعنی وصیت میکرد پیش از نکاح، ای دخترم گفت حرکت کن که چشم شوهرت، گوش شوهرت، بینی شوهرت محافظت کن. یعنی همین خیال کن که شوهرت فقط توی بیند اگر حالتی جمال حالتی زیباگی نبیند، همون میمالدگی چیزها و فسانگری هاش همشه باید شوهرش بکند و لباس های زیباش همشه برای شوهرش کند. و این چون این از تو فقط بوی بد بوی نکند، فقط بوی نیک بوی کند. کتن امروز زنکا در خانه با لباس های بوکرگی، با لباس های تاستگی، با همین عرق های بوی بدی تروش کرگی پیش شوهر می بیاد. بعد شوهر نظرش نمی گرد این خیل زنه. بعد زینا می رود، بعد نسب ها ویران می شود، بعد گناه می شود، بعد این روز کسلی های سپید آشکارا شده ایستاده است. یک شبان روز به 16,000 آدم در جهان به این کسلی گرفتار شده ایستاده. همش سبب این همون زن وقتی که در آیله حق شوهر به جان می بیارد و گفت که آن زنک به شوهرش و گوش شوهرت هم معافیت کن، یعنی که از تو یگان مراتب سخنی بده نشنود، فقط سخنی نیک شنود از تو. گفته زنک دخترش وصیت کرد. بنابراین باید زنها وینی دگر برای کوچه و برامدن یک ساعت تیار می بیند، یک سال. لیکن برای شوهر خودش وای همون کوچه و برآمدنش وقتی که فساد میشد گناهکار میشد. وقتی که عطر میزند به کوچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن کدام زنکه که از نزد مردا گذرد و مردها و بینیش بوی عطر همون زنک رسد، وای زنک زانیه است، وای زنک زیناکار است. میگن باید همون عطر و زیباگی های خوشبوی های خودش در خانه خودش زینت برای شوهرش دهد. همیشه حرکت کند که شوهرش از او راضی باشد. همین خل خودش برای شوهرش شب و روز یه روز نه این که وقتی که زنکو میشنود دور و سیر از میکنه تمام با حالتی خودش برمیگرد. تا آخری عمرش باید خودش زینت یاد برای شوهرش.
حتی که وقتی که زنت شوهر وقتی که زنش میبیند دیگه زن کویسو نظرش نگرفتگی میشه. همین خیلی شباب بود. همین خیلی حرکت کند که یعنی شوهرش گوید که زنی من بوین زنک میست. هم معاملش، هم آداب و اخلاقش، هم زیباگی و هم چی همه طرفه. معاملش هم. امروز بسیار مردک ها یعنی شکایت از بالای زنها دارن که از زنش یک آمرالی که بی خوشی رو نشونیده است. حتی یک زنک یک مردک میگوید که در بعضی روایت ها نقل میکنم شنیده است که یک مردک زنش بگذاست که یه زنه افتاست ماه دیدی میفتاست در نیمیشم افتاست که ها دیدم افتاست که تو افتاست همین ماه هم زیبا هستی افتاست. این مردک اینه شنیده است افتاست که یک منم اکن رفت زنم خرسن کنم افتاست یک منم معاملی نیکنم منم رفتم خیلی میکنم زن اینجا بی افتاست بیریم به جیغ زد سفت است که ماها دیدیم میگوید من کور میگفت است اینه گجاش به مثلا سخنی نگود یعنی سخنی نیک میگم گفت زنک ممکن حالی انشاءالله جمعه های آینده درباره حقوق زن حقوق شوهر یعنی حقوق زن برزیمه شوهر حقوق آنهای هم میگویم که آنها چی حق برزیمه مردان دارن اونها هم حقی بزرگ دارن ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف آنها هم چه خیلی که برزیمه آنها حق واجب است برزیمه شوهران است حق است باید گفتی آنها هم اجابت کنند لیکن وقتی که این چیزای مثلا زنکا مردها میشنواد میگوید که خیلی انشاءالله رفته کن زنم که معامله نیک میکنم با نیتی نیک در آمده رو با آوای میخیر معامله بد شود سنه این آقایان در نغزی نمیشه و مرده که بیچار نیتی نقص کر آمده همین زنم به همین روز یک گپی نقص گم گفت با آوای صدای بد میبرد. بنابراین همه حالتان در باید بسیار اطاعت شوهر، اکرام شوهر، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند که کدام مردکی که زنش اگر دعوت به جایگاه کند، دعوت به خوابگاه کند و اگر زنش وی این کار کند، تا پگاهی روزی الله عزوجل برای او غضبان، غضب میکند. در بعضی روایات اگر اطاعت شوهرش کرده به جایگاه نآید، آن ذاتی که در آسمان است برای او غضب میکنند. در بعض روایات توپگاهی فرشته ها وی لعنت میکنند. لعنت این از رحمت پروردگار از مهربانی پروردگار دور شود گفته دعا کنند. دعای فرشته های ما میدونیم که قبول است. در حق زنی که شوهرش وقتی که دعوت به جایگاه نمیکند نمی آید و چه فرشته ها توپگاهی لعنت میکنند. بنابراین امرش بزرگ است. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در بعضی حدیث ها گفتند که اگر گفتند یکی از زنهای شوهرش دعوت کند در را اجابتی دعوت کند اگرچند که در تنور نانش سوخته را بدن اوقاتش تگش بگیردم اطاعت شوهر کند اجابتی شوهر کند دویده اومده شوهرش قضای حاجت چه اجرا کند. این امرای پروردگار همش با حکمت برای آنکه اساسی آیله خوشبخت میکرده که انا همین زیب و زینب دادن زن خودش شوهر به شوهر هم بیو و خفت و خوابی نیک برای اونکه وقتی که شوهر از همین زنک اهمیجه اگر استفاده نبرد اگر دیگه زنش به محبت و مهر و محبت نمیموند. زنها عجایب زنهای گذشتگان وقتی که سیره و تاریخش میخوانید عجایب یک زنها بود شوهرش در حفظ در پیشش در پیشتش همیشه حمایه میکرد. در روایت آمده است که به نزد حضرت عمر رضی الله عنه یک زنک میآید میگوید که یا امیر المؤمنین این زوجی تصوم النهار و تقوم اللیل. ای امیر المؤمنین پاشا بودن حضرت عمر شوهر من روزانه روزه میدارد شبها نماز تهجد میخوند یعنی عمرش همه خیلی کتی میگذارد روز پر رو روزه شب پر رو نماز. حضرت عمر گفتن که کی شوهره؟ گفت که فلانی. گفتن که رحمت. گفتن شوهرت همه قادمی خیر بود از بزرگ بود است ما و فضیلت چه داناندی. گفتن اون نادانی وزدن رفت بعدی چند روز آمد گفت که یا امیر المومنین زوجی تصوم النهار یصوم النهار و یقوم اللیل. ای امیر مومنا شوهری من گفت روزها روزه می دارد شبها نماز می خوند. حضرت عمر گفتن که کی از شوهرت؟ گفت فلانی. گفتن بسیار کاری خیر کرده که ما فضیلت شوهرت بزرگی شوهرت خدا ترسی شوهرت ما بیان کری رحمت گفتن با نادانی بزدن. سیام مراتب آمد یا امیر المؤمنین ای امیری مؤمنا گفت شوهری من فقط روز به روزه می دارد شب به نماز می خوند. حضرت عمر با همون گپشون تکرار کردن
کعب بن مالک گفت که یا امیر المؤمنین المرأة تشتکی زوجها، ای امیر المؤمنین این زنک شوهرش شکایت میکند. آخه حضرت عمر غافل وی میکنید، یعنی حضرت عمر همو یکم مراتب اون را فهمید مقصد زنک، لیکن حضرت عمر تربیتش خیر بود که حرکت میکرد که گپ اویله بیرین بنه بود، حرکت میکرد که بین خداشون صلح اندازن. وقتی که بین زن و شوهر در خانه خداشون اگر صلح می اندازن این خوب است. وقتی که اگر ذره بویش بیریم می بروره بلکه وی همه با خبر میشد، خاصا در حاضر زمان. یک دقیقه به اگر نزدیکترین آدمتان بگوید که این گپی چی کنه گوید همه میشنوید. حتی یک آدم افتاد که همین گپی چی کنه گفته، یک آدم افتاد و دی چند روز یک آدم افتاد که یک گپ میگم چی کنه گفته خودش افتاد. همین خزمان همه باید زن و شوهر سر خانه نبراره. همه حضرت عمر حرکت میکنن که تربیه خودشون نادانی بزدن که رودو اصلاح شود زارین بین خودشون. وقتی که علاقه زنگ میبیاد و شوهرش پیش قاضی به شکایت میکند، علاقه بعد این روز که شکایت که کرد زنش شوهرش بین اینها محبت پیشینه باید نمیشند، برای اون که علاقه این زنگ شوهرش پیش دیگه کس برفته شکایت کرگی. هم به حضرت عمر سه بار گردوندن، سه مرتبه هم گردوند، لیکن کعب بن مالک که یا امیر المومنین، ای امیر المومنین این زنگ آخر شوهرش شکایت دارد. گفتم که اما اینکه قطفتیم تا گفتم تو فهمیدیم این شکایت کرده کشه، ماشاءالله کن تو فهمیدید من نفهمیدیم، فلا یقضین بینهما الا اکن تو بین اینا حکم میکنی. گفتم را گفتم تو قاضیگی میکنی، قاضی تا این کرم. وقتی که کعب بن مالک شوهرش دعوت کرد، زنک دعوت کرد پیش قاضی، نه یکم آدم شکایت کننده سخن میکند. زنک گفت که الها خلیل لعن فراشی مسجده لیله و نهاره ما یرقده ولست فی امر النساء احمد. با طریقه شعر، یعنی عالم که هست نو حتی همین سخنش هم با طریقه شعر گفت که الها خلیلی، خلیلی من گفت، خلیل گفته گیش محبت دیگه و دوست دیگه و خلیل دیگه. دوست هر یک کس دوست میشه، لیکن خلیل دنیا دا آدم به یک کس میشه خلاص. از همه ناز میدیده که انسانش پول و مال و جانش میداده که آدم میشه خلیل میگه. الها خلیلی عن فراشی مسجد. و زنک میگه که خلیلی منه، یعنی دوستی نزدیکی منه، مسجدش از جاگی من به حاجت کرد. همین خیر شد که مسجدش که مشغول شده جاگی منه عیدش براه تعریف کرساز که این همین خیل آدمی عبادت کرد. لیله و نهاره و ما یرقد، شب و روز عبادت کرده آره. ولست فی امر النساء احمد، لیکن مسئله زنکا رو تعریف نمی کنم. گفت عجایب میشه ببینید مسئله زنکا رو گنده میکنم گفتگیش نه، مسئله زنکا رو تعریف نمی کنم. گفت این زن شوی میان مردک نه، این نه آن نه نگو، لیکن مسئله زنکا رو تعریف نمیکنم. گفت یعنی گنده هم نمکنم، تعریف نمکنم. این اودا ببینید چه خیر پیش قاضی این زنک ها. امروز اگر زنک پیش یک کس به شکایت کند زمین و زمان رو بسرش میبادارد. همون حالگی حدیث به این مرده کند همون روزی که خانه داشتم حال خیر ندیدم میگد، همه نیکی های شوهرش این کار میکنه تا حضور زمان. سپس قاضی به شوهرش روی آورد که چی میگویی؟ گفت که زهدنی فی فرشها ما قد نزل فی صورت النحل و فی سبع التوال انی امرؤ قد رابنی الوجل. من از جایگاه این به حاجت کردگی چیز این سوره نحل، سوره نحل وقتی که نازل شد و فی و سبع التوال و هفت سوره های دراز وقتی که نازل شد، من از جایگاه این به حاجت کردم، برای آنکه جنت خواندم خود دیدگی با این خواندم، دوزخ خواندم قرآن کریم را خود دیدگی با این، دوزخ آتشای تصفانش دیدم، زنجیرهای آتشینش دیدم، دوزخ به خاطر آوردم، جنت نعمتاش حورای جنت به خاطر آوردم و این زنه که نظرم نگرفت. همه شب روز عبادت و مشغول شدم یا رسول الله، یعنی یا قاضی. و این امرون قدر آبنی الوجل، من یک شخصی که دلم به بسیار ترس آخرت در آمدگی، همین خیلی ترس دوزخ در آمدگی، امیدی جنت در آمدگی، اما به یک دنیای نظرم نگرفته بود. گفته عذرش گفت. سپس قاضی کعب بن مالک رضی الله عنه و ارضا گفت که ان لها علیک حقا یا رجل تصیب عفی اربعین لمن اقل فلزم بذا و دا عنک العلل. ای مرد گفت این هم در برزیمه تو حقا های گفت، اقلا چهار روز به یک مراتب باید خواب کنی گفت و همین گفی من که اقلا ملازمت کن و از خودت علتا بهانه دور کن.
برای اینکه یک مردک به چهار تا زنک که اجازت هست، یعنی نوبتش ممکن چهار روز به یک بار میبود، اما جمهور علما گفته که حق زنک اقلا چهار روز به یک بار خواب کردن با همراهی شوهرش. یعنی اینه بیان کردم. در این حدیث عجایبش در این قصه میخواد که زنهای گذشتگان خیلی یک معامله زیبا با شوهرش دار، حتی در نزد دیگر و در نزد وقت در وقت شکایت، در وقت شکایت چقدر شوهرش شکایت میکنه. و یکی از حقوق شوهر بر بالای زن همین که زنک به رشک مذموم است، رشک مردک محمود است. مردی که بد رشک است بهترین مرد است. حتی سعد ابن عباده وقتی که رشکش صحابه ها تعریف کردن وای میگفت که اگر من زن من در زنا یوام سرش اصلا جدا میکنم، میگفت در صحیح بخاری است. وقتی که این سخن در نزد رسول الله ذکر کردن، رسول الله گفتن که اتعجبون من غیرتی سعد، شما از رشک سعد تعجب میکنید می؟ با سعد میگفتن که سعد ابن عباده زنی شوهر کردگی گرفته کنی و زنش طلاق ده دیگه کسی هم نمیگرفته، که از رشک سعد زنی طلاق دادگیش هم دیگه کسی هم نمیگرفته که این زنی فلان چی گفته، از سبیز رشکش بد بودگیش. پیامبر گفتن که اتعجبون من غیرت سعد، شما از رشک سعد تعجب بکن تو می؟ والله والله لانا اغير من سعد، قسم به نام خدا که من سعدم رشکم بلند است، والله اغير مني، رشک الله تعالی از منم به دست افتاد. الله تعالی هم رشک میکند وقتی که بندش زنا میکند، زنک چوریش زنا میکند، الله تعالی رشک میکند، رشک کند سن عذاب به گرفتار میکند. کسی که زنا میکند وعده پروردگار است به کمبغلی، به کسلی های گوناگون زناکار. بنابراین رشک مردک محمود است. کدام مردی که به زنی خود، به همسری خود، به خواهرای خود رشک میکند، خوشا به حال این خیل مردک. حتی امروز بعضی مردا رشک ندارند، شرم دارند از آن حیوانایی که در جنگل میگردد. وقتی که زنی همو حیوان به دیگر حیوان اگر چشم علا کند رشک میکند، امروز مردها رشک ندارند به زنی خود. لیکن رشک زنک به شوهر این مضموم است، این مذمت است. زنک باید رشک اکثریت زنها این حرام است. هم به حضرت علی رضی الله عنه گفتم که غیرت الرجال دینون و غیرت النساء کفرون، رشک مردها این دین است. کدام مرده که با رشک است رشک دارد و این از دین مقدس اسلام است، و رشک زنک ها کفر است، ضد دین است. گفتم برای چی ای امیرالمومنین؟ گفتم برلی انها تحرم ما احل الله، برای آنکه زنک رشکش چیزی حلال حرام میکند. یعنی میگوید که مثلا دویام زنت سطحه طلاقشته، بچه هاش بگذار یتیم ماند، خودش چوری ماند، یعنی بیوزن ماند، گفته رشک میکنه، این رشکش حرام، حلال حرام میگرداند. یا اینکه حتی بعضی زنک مادری شوهرش به رشک میکند که مادرش کشته، اگر شوهر مادرش کدی معامله خوب کند زنک رشکش میبیاد، چون این مادرش کدی معامله ناز میکند، یا خواهرش کدی بوده. بنابراین رفته پیش سیهرگار میاره دوستانی بین شوهرش و بین زنش و خواهرش جدایی میاندازه. و امروز یک چیز فراموش نکنم که اکثریت زنها رفته خودش به شوهرش گرم میکند با واسطه کفر، با واسطه کافر شدن، با واسطه سحر و جادو رفته شوهرش خودش به گرم میکند. اما یکی از عالمایی که درباره سحر کتاب نویسند، من میگم برای زنها وصیت میکنم سحری حلال به سحری حلال همین که اگر شوهرش در آید، اگر خانه هاست بعضی خانه ها در آید، اگر پشه زیر کرگی بو کرگی خانه گرم روفتگینه چیندگینه، و شوهر و خانه زندگی کردنشان میبرد چای خانه بسونه. یعنی باید خانه تازه آزاده نگاه دارد، لباس های شوهر همیشه تازه باشد، تعام ها وقتش به تیار باشد، لباس های زن خودش همیشه تازه آزاده، عطر های زدگی زیب و زینه داده باشد، شوهرش اگر امر کند لب به گفته اطاعت میکرده باشد، همه این گفته های شوهرش اجرا کند. اگر این اینجا جنگ نمیشد انشالله، اینجا یگان وای نمیشد، نفهمایی نمیشد. خلاص همین سحری حلال است میگم، همین که دیش آرش سحر کرده میگرد خودش به سحری حلال. اما سحری که رفته پیش سحرگری بدبخ و پول داده شوهر و من به گرم گفته سیشد نجاستی خودش شوهرش درنی تاوش به آمیخته کرده خورانده شوهرش خودش به ارغمچین که دیش کشول کرده میگشته کرن، این کافری میشه دین زنک. امروز بسیار مردایم شکایت دارم که من میگو تمام کار نمیکنم فقط عقفای زنم آوره.
یعنی بیزنم ای سلطه نمیتونم، این همین خیلی سهر کرگی، باید سهری حلال کند، شوهرش کدی معامله اینه کند، گفتی خدا و گفتی پیغمبر کند، انشاءالله باید شوهرش خودش چی؟ یعنی اطاعتی زنش میکنم. با یکی از زنها، زنهای عرب دخترش به نصیحت کرده است که کونی لهو امتن یکون لکی عبده، تو ای به خدمتگار شوفت است و یا تو خدمتگار میشد، یعنی شوهرت به خدمتگار شو چوری شوفت است و تو غلام میشد سنیفت است. بنابراین اکون حقوقی یعنی زنها به هر حال مردها بر بالای زنها بزرگ است، لیکن یعنی وقت ها نمیرسد برای بیان کردن اون. وقتی که زن و شوهرها اگر احکام شریعت تعلیم گیرن، همه از این احکام با خبر باشن، با دوام دارد این چیزا، مثلا همه این با خبر شود، اگر آیله یک آیله خوشبخت میشه. اگر همین آدم خانشان در عبروش نباشد، خانشان در گپش گوش کرده نشود، خانشان در خودش خوشحال حس نکند پیش زن و فرزنده باشه، دیگه گیجان در خودش خوشحال حس میکند. بنابراین وقتی که حقوق همدیگر آنها میدانند زن و شوهر، خانه ها آباد میشد انشاءالله. و محترم جماعت، در همه کار یگان پرستی الله تعالی مهمترین چیز است. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگویند که لو کنت آمرا احدا ان یسجد لی احدین لامرت المرأت ان تسجد لی زوجها. اگر من حق میداشتم که یگان کس غیری الله تعالی سجده کردم، به زن امر میکردم که شوهرش به سجده کند کتن. غیری الله تعالی به یگان کس سجده کرده نمی شود، غیری الله تعالی از یگان کس یاردن پرسیده نمی شود، سر خم کردن فقط به یگان الله عز و جل کرده می شود، فقط از او یاری پرسیده می شود، فقط از او دعا طلب کرده می شود، فقط سجده به پی درگاهی او کرده می شود، به یگان کس کرده نمی شود در دنیا، کسی که نباشد. اگر جایز می بود به غیری خدا دیگر کس به سجده کردن، رسول الله میگن که من هر آینه امن میکردم که زنک شوهرش به سجده کنه، یعنی حقش قریب حق خدا کدی برابر. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که زنک به بعد حق الله تعالی، حق پیغمبر دیگر حق بزرگ نیست، حق شوهر بزرگترین حق به بالای زنش است بعد حق خدا و حق پیغمبر، مادامی که اطاعت به معروف کند. اگر گناه به عمق رفته عرق خرده بیاورد، زنک اطاعت نکند، ناس خرده بیاورد، زنک اطاعت نمیکند، ناس گران تشیشی ناس بود، زنک اطاعت نمیکند، برای اون که لا طاعت فی لمخلوق فی معصیت الخالق، در خالق گناهش مخلوق به اطاعت کرده میشه. وقتی که این چیزی حرام گران میتد، خودش گناهکار میشه، خدای گناهکار میکرده که کار کتی بنده اطاعت کرده میشه، فقط در کارهای خیرش اطاعت میکند، گناه به امر کند اطاعت نمیکند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.